میرسه تکیه زنه کات بلند و تو بگی نمیرسه تکشی فکنیشی ملاحظه میکنید ابراهیم میرزاپور در دمه دروازه الو پسرم آره قد شد آره گوشون چی میگم؟ نه مادر تو حواست به درس و مشق خودت باشه نه نمیخواد نگران باشی الو الو آمه الو میرسه به فریدونه زندی گوشه زمین زندی یکر تکنیکی رو انجام میده 62% ایران 38% ژاپن این وضعیت تملک توپ بوده اما حساب کار 0-0 مساوی بازی شروع شده با که رفت الو سلام مامانه گوش کن حامد امسال عید میخوام یه دست پود شلوار شیک برات سفارش بدم نه وقتی آمدی تهران خودت پارچش رو بخر که چی؟ چرا همش به من میگی؟ یه خوردم به بابا جونت قور بزن الو بچه بغض کرده حتما خانم جون لو داده نباید بهشون میگفتم بیخیال خوشحال خان باش چی؟ خوشحال خان اون دیگه کیه؟ نمیشناسیش هر کی که هنر خودشو به نفهمی زدن خیلی خوب بلد باشه ببین پسر جونت چی میگه؟ الو حامد حامد قطعه که صد دفعه بهت گفتم یارو پیدات نشه سیریش خودم میارم برای نمیبینمت نه ها پیش نقره یه آقا مایدار شدی رینگ عوض کردی نه بابا پایین میره نه خیر بالا بوشم با توه اون موقع تعطیلات بشر مگه شهر هرته یعنی هم تخفیف میخوای هم جنس ما تو هم دیگه اون آدم سابق نیست سخت نگیر بابا الو هر جا تونستی خالصش رو گیر بیاری من اسمم عوض میکنم نمیتونم خب هر کی اخلاقی داره انتظار داری یه شبه عوض شم آقا در همه دیگه برام مهم نیست جهنم خوشگلی آقا آقای محترم عذر میخوام تو این ساختمان فوتوکوپی میشناسین؟ فکر کنم طبقه سومه. ممنون. شناسنامه رو بده. الو. آره فریبا زنگ زد.
ولی خیلی باش تلخ شدم و نره خودشو علاقه بیس کنه. ببین یعنی اگه زنگ نزنه کله تو یکی سلام عزیز جون. شما که خودت میدونی چرا از حامد پرسیدی؟ اون طفلکی تا یه ساعت دیگه میام خونه، هر چقدر دوست داشتین شماتتم کن. شما برو بالا من میام. ببخشید. خانم شما جدا شدی؟ بله خودم تقاضای طلاق دادم. مجرد حرف تو؟ محضر مگه بازه؟ بله آشنا. تا وقتی داریش حسش نمی کنی. وقتی که از دست رفت مگه چقدر وزش خانم؟ آقا اگه آسانسور سقوط کنی شما فقط لطفه رسیدیم بالا دکمه هم کفا بزنیم بفرمه وایسا بهش برخورد گیر کرد تکون نمیخوره شوخی شوخی گیر افتادی از شانس بد منه شاید هم از خوش شانسی تو که چی؟ چند دقیقه بیشتر زنتم؟ سوء تفاهم تا آخرین ثانیه ها تو رو خدا تو این موقعیت دیگه شوخی نکن جدی باش میفهمی چیکار کنم اول از همه حفظ خون سردی باش اون که استادشی دوم استفاده از وسایل ارتباطی نگرد رو داشبورد ماشین جا گذاشتی شماره محضر داره تو موبایل همه تو نداریش؟ من؟ رفیق دوره مجردی خودته از من میپرسی؟ چه داد میزنی؟ رنگ و روشو نگاه نه ترس قرار نیست این تابوت ما باشه ترس کدومه؟ بین زمین و هوا گیر کردیم میدونی یعنی چی؟ ما 20 سال بین زمین و هوا گیر کردیم حالا صبر کن ببینم چه فکری من میتونم بکنم فکر؟ Thank you.
این آجیرش هم که خرابه، مال عهد بوقه. گرچه شاید اینجوری مجبور بشی چند دقیقه به حرفای من گوش کنی. حرف زدن ما فقط برای گفتنه، نشنیدم. روانشناسا میگن بهترین راه حل برای اختلافات دو نفر حرف زدنه، گفتگو. چون روانشناسا فقط هم یک کار رو بلدن. آها، جناب عالی هم که از همه بهتر میدونی. دست کم از زندگی خودم، چرا که نه؟ ما قبلا حرفای همو شنیدیم، رأی دادگاه هم تو جیبمونه، حالا اومدیم محضر یه امضا خلاص. هول نشو، من یکی که نظرم عوض نشده. خوبه، حسنمونم سر نمیره. میترسم حامد بهانه کنه دوباره بره خونه اون پسر معتاده. حالا اسمس بدین داره اون نمیره؟ تا 10 دقیقه دربانه شد زنگ بزن 110. کسی تو آسانسوره؟ آقا در باز کنین، ما این تو گیر کردیم. چی شده؟ نگهبان خبر کنین، اون حتما کلید داره. نترسید، من خودم گرفتار شدم. چی گفت؟ من صاحب گاف صندوقم. کار خودتونو کردید آقای محترم. آخه گاف صندوقو به این سنگینی رو آدم با آسانسور میبره؟ این صندوق که وزن نداره عمو، هنو گسالت کتا گاف بشه. آقا به جای این حرفا برو کلیدشو از نگهبان بگیر، ما این تو خفه میشیم. یه قرازه کلید میلش کجا بود ابجی؟ خودم ردیفش میکنم. کجا رفت؟ اینطوری که تو باهاش حرف زدی رفت یه چرتی بزنه برگرده. دپاس بده دیگه تو هم. الو، سلام مامانی. نه عزیزم، هنوز محضر نرفتیم. اسمس هم رسید؟ نه پسرم، ما تو آسانسور گیر کردیم. باور کن بابا جونه طبق معمول حواسش پی فوتباله. بله، حتی تو آسانسور میشناسیش که. امتحاناتو چی کار کردی؟ یعنی چی خراب شد؟ عزیزم من این ترم آخری رو خوب درس بخون برگردی. با شوهر سابق یکی از دوستام صحبت کردم، قول داده تو شرکتشون استخدامت کنه. شوهر سابق؟ تو برای پرسده بشه میده عوازه یه مقدر بازی کار ژاپن و گل گل در تیم ژاپن نه. الو نشنیدی؟ الو بفرما، اینم از فوتبالمون همش شکست. این نسخه زندگی ما. چرا کسی تو این بیساب نیست؟ پس این یارو چی شد؟ مشکوک میزنه. سر در گرفتی؟ دارم میگیرم، آنتن نمیده. واقعا؟ تو چی فکر کردی؟ من فقط نگران حامدم. آها، مادر نمونه. خودت چی؟
اصلا فکر کردی تو این سالها چجور پدری بودی؟ تو اصلا فهمیدی حامد چجوری بزرگ شد، دانشگاه رفت؟ تو بجز اون کارهای خلاقانه، بجز خودت، به کسی چیزی فکر کردی؟ چیزی برات مهم بود؟ حرفای تکراری. کی اصرار داشت زود بچه دار بشه؟ یادت نیست چی میگفتی؟ زنگوله پای تابوت. برای شما که بد نشد، شد؟ من اسیر ونگ ونگ بچه، شما دنبال بالا رفتن از پله های ترقی. کسی جلوت گرفت؟ سالی که دانشگاه قبول شدی میخواستی بهانه بچه نکنی. منصور، اون سال که من فوق لیسانس قبول شدم حامد و حامله بودم. ای وای، باز هم معمای آفرینش مار یا تو خمر. تو رو خدا هاید این ساعت آخر بس کن. اون بچه از روز تولدش شانس نداشت. عادی میشه. طلاق بدتر از مرگ نیست. اگه از تولد بهتر نباشه. ما تمام گذشته و خاطراتشی. آره، اما این گذشته هست که خیال نداره بگذره. گفت ما خود خواهیم. هر دومونو میگفت. خدا رو شکر. بالاخره یه نقطه اشتراک پیدا شد. اونجا رو اون مرد صاحب ماشینه که جلوش پارک کردیم آمد. کاش یه شماره چیزی براش میذاشتیم. چه خوب، مگه فقط ما باید گیر کنیم؟ ما با پای خودمون اومدیم اینجا. اون بیچاره درست پارک کرده بود. مگه ما غلط سوار آسانسور شدیم که؟ سور هیچ میاد دیگه، اتفاق داره. به خودشم میگی؟ چی کار داری میکنی مرتی که؟ اتفاقی پیش میاد. مثل که یاد رفته قرار ماشین جای مهریت برداری. غلط نکنم کار این یاروه. اگه اینجا بمیرین تا شنبه جنازه‌مونم پیدا نمیشه. اوه، چه سوژه خوبی میشه برای صفحه حوادث. زن و شوهری در آستانه جدایی به پیوندی ابدی گرفتار اومدن. من از دست تو خلاص بشم، طلاق یا مرگش توفیر نداره. بیا اینم دقیقه دلچه خالی کرد رفت. لقدش زد، فوشم داد. ای خدا، چه میشد همیشه یه مال بی صاحبی دم دست آدم بود. حالا این بیچاره چی کار میخواد بکنه؟ چه میدونم، لابد داره میره روزنامه بخره یا بستنی بخوره، بعدش هم مثل ما منتظر سرنوشت بمونه. چی شد 110؟ شارژم کمه، شاید حامد زنگ بزنه. چی میخوای بهش بگی؟ بذار به حال خودش باشه. همه مثل جنابالی استعداد خوشحال خان بودن ندارن. ده جواب بده قاد. اونجا رو یارو که تو آسانسور بود اون برای خیابان منتظره. اینم گیر سرنوشته. جالبه، فقط ما میدونیم اونا سر چی دارن چونه میزنن. چه فایده، کاری ازمون بر نمیاد. اینجاست که نفهمی بزرگتره هنره. دلم آشوب شد. نگران حامدم. خیال که الان پای تلویزیون نشسته با رفقاش تخمه میشکنن فوتبال تماشا میکنند. نمیتونم.
اونی که پشت فرمون نشسته شیشتانگ حواسش فقط باید به جاده باشه که تو دره نره، برای اونی که بغل دست راننده نشسته هر چقدر پاشو به کف ماشین فشار بده فقط اعصاب خودشو ضایع کرده. خب پس بهتره لم بده کیف جاده رو بکنه. من اصلا ترجیح میدم از ماشین پیاده بشم. همیشه منصور و مسئول همه مشکلات عالم میدیدی. من دنبال مقصر نبودم، شاید دنبال خودم میگشتم. پس فقط خودتو میدیدی، فقط هایده بود و هایده. خوب که نگاه میکنم میبینم این جدایی برای یک بارم که شده باید اتفاق بیفته. مثل ظرف شکستنیه که 20 سال از ترس اینکه مبادا ترک بخوره ما رو از سیر خودش کرد. تو این دور زمانه چینی بنزد خریدار نداره، اگه اینکه عتیقه باشه. مثلا خواستی مطلکت رو راسوریس کنی؟ هرچه نباشه بهتر از زیر خاکیه. شاید هم مومیایی. بیا همین یکی رو کم داشته. مردک بی جنبه زود رفت افسر آور. چه در دیگه است؟ کابین که بین طبقات میمونه قفل میکنه. الو کسی رو جواب نمیدی؟ صد بار بهت گفتم موقع کار تلیف میلیف یخ. حالیم قلم قاد مجبور شدم پشت تلیف اسم نبر. حیف نون گاون زایید صندوق تو آسانسور گیر کرده. چه؟ گیر کرده؟ یعنی گاف صندوق اونقدر بزرگه که تو آسانسور بیرون نمیاد؟ کابین آسانسور میگم صندوقم توشه. میگم این کار نیستی؟ مهدی مهدوی که پابتو جلو میره پابتو میتونه پیش بره برای وحید هاشمیان. وحید هاشمیان یه بازیکن جا میذاره. هاشمیان چیکار میخوام بکنم؟ چیو؟ اینجا رو میگم. هیچی میبرنش پارکینگ دیگه. وای بلیط ها پاسپورتم مدارک همه تو داشبورده. بلیط ها؟ آقا کدوم گوری رفتین آقاه؟ الو کجایی؟ چرا اونجا؟ خب بابا یه موتور پلیس جلوی برجه. فکر کردی ببینه که گاف صندوق داره میذاره عقب وانه؟ میاد واسه همون سرشو میگیره؟ من همینجا پارک میکنم میام بالا. نه 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 فلان آفتابی نشو نگهبان. بابا مگه تو نگفتی میخه فوتباله؟ ما باید قبل تموم شدن بازی این کارو تمومش کنیم. الو الو
کافیه، باتریم هم تموم شد. حال روز ما مثل کسیه که بغل دست راننده لم داده، ماشین داره از لبه دره رد میشه. به جای حس و جوش خوردن راحت بشین منظره رو سیاحت کن. الحق که اساطیر باستان الهه بیخیالی رو کم داشتن. اینه اینه گل که دیگه یک میبریمشون. گل با ماست. کار ما که به پنالتی کشید. هایده به قول تو ما ذاتن با هم فرق داریم، تو احساساتمون، توی سلایقمون، تو دنیاهامون، تو شادیامون. ما با هم قرار گذاشتیم که دیگه بیش از این هم دیگر شکنجه ندیم به خاطر حامد. همیشه اینجوریه ها، هر وقت حامد پیشم نیست با خودم میگم این دفعه اومد تهران بهش میچسب نمیذارم از بغلم جون بخوره. اما یکی دو روز که از اومدنش میگذره دوباره همه چی عادی میشه. جروزهای مادر و پسر، فراری شدن پدر. از قدیم گفتن دوری و دوستی. ولی در مورد من و تو اگه یکی من قطب شمال باشه یکی من قطب جنوب بازم چشمم آب نمیخوره. این وسط چیزی باید عوض بشه. شک ندارم، اما مطمئنم اون یه چیز نه تو هستی نه من. تا وقتی که تو این دخمه این در این تخمق شانسی رو وا کنم. صاحبش گذشته رفته. به جای این توهمات یه فکری کن از تو این تابوت نجات پیدا کنی. اون کی بود که همیشه از فرصت آدم میزد؟ اون کی بود که میگفت پول خوشبختی میاره؟ من کی گفتم پول خوشبختی میاره؟ میگفتم بی پولی بدبختی میاره. به این میگن برهان خلف. پس این اون چیزیه که باید عوض بشه. هنو نمیدونم، اما اگه بشه باش دوتا آپارتمان بخریم بچپیم توش. حالا چرا دوتا؟ جدیدن زنشوهرهایی که اختلاف دارن یه مدت جدا جدا زندگی میکنن بلکه طلاق نگیرن. بهش میگن دوری درمانی. دوری درمانی؟ تو خارج یه قانونه، قبل از حکم طلاق باید یه سال دور از هم زندگی کنن. اوه بگو دوری به چزونی؟ برای من یکی که اصلا جالب نیست. جهت اطلاعی سرکار، برای من و شما که رو پله آخریم جالب بودن یا نبودن مطرح نیست. آره والا کاش اصلا از پله می آمدی. الو پفیلا پیادنشو بینم چه غلطی میکنم. بنابر قوانین فیزیک استکاک فقط در نقطه صفر تماس به وجود میاد. پس با یکم فاصله در خوشبختی به روی شما باز میشه خانم.
جالبه، از این بالا همه چی یه جور دیگه دیده میشه. شوهر نگونبخت، زن خوششانس، زن واقع بین، شوهر متوهم. گاف صندوقای کلید دار قفل رمزشون نرمتره. حیف حیف، یه ابزار همراهم بود بهت میگفتم متوهم کیه. منصور پشت هیچ دری نمیمونه. فعلا که تو آسانسور گیر کرده. نشنیدی میگم دیوار را پله کن و از آن بگذر؟ جمله از کی بود؟ نمیدونم، ولی باقیش از خودمه. همسایه از همزایه خبر نداره، خنده داره. اون پیرزنه رو میبینی؟ آینده منه. پس من اون موقع کجام؟ پس من زیر خروارها خاک. نه خیر، دنبال آرزوهاتون. مردای مثل تو یه جورای کمبود دارن. مرحمت دارید، به قول شیرپاک خورده ای وقتی یک مشت آدم رو به خصلتی متهم میکنی معنیش اینه که تک تکشون رو تبرئه کردی. که چی؟ که اگه سرکارم مرد به دنیا اومده بودی مشمول حکم خودت میشدی. خدا نکنه. کدومش؟ مرد بودن یا محکوم بودن؟ هر دوش یکیه. منتظر کسیه تفلک؟ و منتظر تا شوهرش خسته و کوفته از راه برسه بشینن تو جای خمپلو بخورن بعدش هم تا صبح حرف بزنن دیگه. نه بابا، حتما منتظر پسرشی. همیشه حسرت اونی رو خوردی که نداری. میخوام یه چیزی نشونت بدم. ما تو شرکت رو دستگاهی جدیدی کار میکنیم که تا حالا ساخته نشده. آها، یه پروژه جنجالی مثل توپ صدا میکنن. باور نداری؟ این هم مدرکش. شما تو شرکت فیلم های تخیلی زیاد میبینین؟ پاک یادم رفته بود برای چی اینجایی. خب آقای مهندس، حال ترش نکن ببینم چی. من فعلا پیادنشو بینم چه غلطی میکنم. بذاری موخم یکم کار کنه. کاش من اون بالا بودم با یه چیزی میزدم تو موخت. پایه این اختراع بر اساس حافظه ی آدمه، یعنی ثابت میکنه ما آدم ها به جز حافظه چیز دیگه نیستیم. یعنی چی؟ یعنی اگه اطلاعات مغز یه آدم رو به مغز یه آدم دیگه منتقل کنیم اونا عوض میشن. فرد آ تبدیل به فرد ب، فرد ب تبدیل به فرد آ میشه. واقعا؟ مسخره که چی بشه؟ این یه تحقیقه. نه خب احساسات اون دوتا آدم چی میشه؟ خب مسئله اینجاست، احساس تابع عقل، عقلم جزوی از حافظه است. میگن مرکز احساسات قلبه. این یه توهمه. شما وقتی احساساتی میشین خون یه دفعه ترومبه میزنه تو قلب و ما خیال میکنیم همه چی از قلب شروع شده در حالی که مغز قبلا فرمانش رو صادر کرده. من اصلا قبول ندارم. چیو؟ که احساس تابع مغزه؟ نه، که قلب فقط خون توشه. روح چی؟ مرکزش کجاست؟ قلبه، مغزه. میگن
آدم که میمیره 21 گرم از وزنش کم میشه. نمیدونم، من شک دارم تو نیم مثقالم روح داشته باشی. لطف داری. پس جناب عالی 20 سال با یه ربات زندگی میکردی. بیارش. شد. دارم وازش میکنم نکنم؟ عزیز من قرار بود بری کمک بیاری. چی شد؟ هیچ کی تو ساختمون نیست. دستن ها سرایدار چی اونم نیست؟ معلومه این آسانسور سابقه گیر کردن داره، شاید اون بتونه راهش بندازه. نمیدونم، رفتم پایین هیچ کی نبود. نمیدونم، شاید رفته جای فوتبال ببینه. زنگ بزنین این 125 آتش نشانی، ما اینجا موبایلمون باتریش رفته. اوه، تا اونم بخوابیان دیره. خودم بازش میکنم. کف کابین مونده وسط، اگه گاف صندوقتو میخوای اینجوری در نمیاد. برو بذار وازش کنه. گیرم اینو وا کردی. با صاحبش میخوای چیکار کنی؟ هنوز نفهمیدی طرف صاحبش نی؟ هی آقا، شمایی که اون بیرونی، چرا میخوای همه کارا رو خودت تنهایی انجام بدی؟ نکنه این گاف صندوق خیلی هم مال خودت نیست. شما خودتو زیاد اذیت نکن. زنگ بزن پلیس 110، اونا میان ما رو بیارن بیرون. هی آقا، اون میله رو بنداز تو، ما از داخل در رو باز میکنیم. آقا بذار بره. خب تو این فاصله اگه بتونم در گاف صندوق رو باز کنم و ببندم، آب از آب تکون نمیخوره. روح آقا دوزنم خبردار نمیشه. که با پولش دوتا آپارتمان بخری؟ بیا عاقل باشی. من نیستم. برخلاف تصور شما، جناب دانشمند، عقل من اینجاست. با هیچ دستگاهی هم اطلاعاتش جا به جا نمیشه. داری سخت میگیری. آقای مهندس صائمی، این دستگاه شما نمیتونه یه کاری بکنه که یا من عاشق فوتبال بشم یا تو ازش بیزار بشی. نه به خدا، جدی میپرسم، چون یا تو باید عوض بشی یا من. شاید هم یه چیز سومی که نمیدونی چیه. الوقات یه چیزی دیگه، این زن و مرده هست که تو آسانسوره. فکر کنم دست ما رو خوندن. یعنی چی؟ چه داری چرت و پرت میگی؟ نمیدونم، از اینکه با پلیس زنگ نمیزنم شک کردم. مرده میخواد درش رو وا کنه. خب وا کنه بهتره. ما برو گاف صندوقه میگم. خب حالا بخوای چه غلطی بکنی؟ نمیدونم، بذار یکم فکر کنم. ای تو این فکر این داره خودشو دار میزنه. آی پسر، آی منو ببین. کو؟ اونه همون طبقه رو بروی، پسر پیرن زرده.
همراه تو بده. آی بچه همراه تو بده. شارژ نداره. آی بچه اینجوریه که مردم رو به کشتن میدی دیگه. من؟ نه خیر من از بس باش حرفای بی خاصیت میزنی. یه کاری بکن. من از اینجا چی کار میتونم بکنم؟ همجوری وایسیم نمورده رو چو تماشا کنی؟ رو تو بکن این ور ببین این همون حکایت بغل دست راننده نشستنه که بهت گفتم. اون بچه همسن حامدمه. عزیزان چه ربطی داره؟ اون مردم پای میبینی تو خیابون؟ هیچ کدوم از اینا صحنه‌هایی که ما از این بالا داریم میبینیم و نمیتونم ببینن. خودت هم بری پایین نمیتونی ببینی. پس ولشون کن بذار به کارمون برسیم. اما ما که داریم میبینیم. کسی مسئول کاری که ازش بر نمیاد نیست. یکی اومد پیشش. فرشته نجاتشه. خیلی دلم میخواد ببینم به هم چی میگه. بی خود نیست خدا حوصله‌اش سر نمیره. از این بالا همه چی مثل فیلم میمونه. ولی خدا که تماشاچی نیست، فیلم سازه. فکر میکنی آخر داستان ما رو چجوری میسازه؟ فیلم های کمدی آخرش به خیر میگذره. زندگی ما کمدی بود؟ کمدی نبود، شوخی بود. حالا ایچی نگو، بذار من صدای رمز خوشبختی رو بشنم. ها غروب شد، من مردی؟ انو قاد، بیم ما ستا را بیشتر نداریم، یا آسانسور را بندازیم یا ببینیم امو اگه میتونه گاف صندوقو باز کنه باش معامله کنیم، یا اصلا از بیخ بیخیال شیم. اه چی رو بیخیال شیم؟ چرا حالت نیست قات؟ ما راه دیگه ای نداریم. حالا که نمیتونیم گاف صندوق در بیاریم بهتره در آسانسورم با نشه، قیافمون لو میره. بنال ببینم چه مرگته، نقشت چیه؟ یه دقیقه گوش کن، من که به این یارو میگم که در وا نمیشه، بعد همون پوشی در باش معامله میکنم، گرفتی؟ چه معامله ای؟ گفته باشم ها، قرار بود پولا واسه من باشه، کاغذ هم تو، حله؟ خب آره آجر پاره، داوود گفته باشم ها، از سهم خودت معامله میکنی ها. ببینم چه غلطی میکنم. تازه درست نشد، خودم یه راه حل دارم. قات نزن، یه گاف صندوق و بسته با دو تا جنازه درد یه دوانه میکنن. خب حالا وقتشه یه درسی من به این آقا دوزه بدم. با این پولا میشه یه سفر دور دنیا رفت؟ حالا که پای آرزوهای تو اومده وسط این پول حلال شد. سوسک یادت باشه ما سوسکارم از بالا میبینیم، تصور کن اگه برعکسش بود چی میشد. خیال که نداریم با اون دستگاه تو مغز سوسکا و آدم ها رو عوض کنی. اتفاقا دانشمندا ثابت کردن سوسکا میتونن خودشونو تو هر شرایطی بازسازی کنن. پس چرا ازشون یاد نمیگیری؟ از دانشمندا؟ نه خیر، از سوسکا. سازگاریشونو میگم. میبینی که مشغولم.
پاشو بکشش چندشم شد. چجوری از خودکشی اون ناراحت میشی ولی قتل این برات عادیه؟ قتل؟ تو این دوتا رو با هم مقایسه میکنی؟ نامه هاشو پس آورده. بگم آقا اسم شما چیه؟ فرض کن منصور. منصور. بگم آقا منصور شما اهل معامله هستی؟ ولی شما خودتو معرفی نکردی. فکر کن داود. پیشنهادت چیه آقا داود؟ او گفت صندوق هم کلید داره هم رمز داره. کلیدش پیش من، رمز زیر دست شماست. منصور فهمیده میتونی درشو باز کنی. پس رمزشو نمیدونی؟ اگه میدونستم که درسته نمیدازدیدیش. خب حالا پیشنهادت چیه؟ نصف پول مال شما بقیهش مال من. قبول؟ تخم مرغ شانسیه؟ نه گلیافوت. خب همه پولا اگه خودم تنها بودم مشکلی نبود. خب ما هم دو نفریم. پس چی شد؟ خودخواه ها ببین کار خودشو کرد رفت. مامان بودی خانم؟ تو دیگه از جون ما چی میخوای؟ جون ما رو بدتر کی؟ دست ما درد کن آبجی. ما رو بگو فکر جون شما ایم. کی با تو بود؟ پشم کار خودمونو میکردیم. اصلا اگه شما دوتا سواره قرازه نشده بودین ما با کارمون رسیده بودیم. آره خیلی. پس کلی بنداز داخل کابین دیگه. ایول خوشم اومه. اما کلک بی ببینم چیزی از رمزش میدونی؟ خیلی وقت خودم بازش نکردم. خودت؟ پس گاوصندوق خودتو دزدیدی؟ دزدی کدومه؟ حقمه. دارم حقمو پس میگیرم. از کی؟ رئیست؟ نه. شریکم. چه شراکتی؟ خدا. باربری، حمالی. چه میدونم؟ همه انسان کتاب دست شریکم بود. نه باید بشه اعتماد میکردم. آخرش هم دورم زد. الان تو داری بهش لایی میزنی. کلید گاوصندوق پیش من بود، رمزش پیش اون. اینجوری همیشه دوتا اون با هم میرد تو سر وقتش. پس اون یارو کیه که باش تلفنی حرف میزنی؟ شریک جدیده؟ اونم قاد؟ اوه اوه آخر خلافه. اگه جلوش نگرفته بودن تا حالا دخلتون آورده بود. ای منصور، منصور بیا این دفعه جدی شد. دوباره رفت رو صندلی. لابد اونم سوسک دیده. پس فرشته نجاتش چی شد؟ اومد نامه های پسره رو داد رفت. جریان چیه؟ ایچی بابا، آپارتمان روبرو یکی داره خودشو راحت میکنه، فرشته های آسمونی رو هم ناراحت. متوجه نشدم.
یه جوونی اون روبرو داره خودکشی میکنه، ما این تو گیر کردیم، کاری از دستمون بر نمیاد. آقا داوود، تا در این گاف صندوق باز شه شما میری یه پلیس خبر کنی؟ همینو کم داشتی خانم. پس خودت برو اونور خیابون جلاشو بگیر، بهش بگو آخه جوون فکر مادر بیچارت باش، هیچ غمی تو دنیا ارزش خودکشی نداره. آقا داوود اگر نمیری در رو باز کن من خودم برم. گرفتی ما رو خانم، اگه در رو میشه ما علف شما نمیشدیم. پس غیرت کن خودت برو نزار خودکشی کنه. بعد هم نمیگه ها، شاید گناه دزدیات صاف بشه. دزدیات؟ بالاخره هر شغل یه روز اولی هم داره، نداره؟ بیخیال امو، تا یه رو به دیگه فوتبال تموم میشه نگهبان از سوراخش میزنه بیرون، تا موقع ما باید کار تموم کنیم، الان هست که قولم قاطی کنه. شرمنده داداش، آتیش خدمتته؟ عوضی گرفتی؟ میترسی سیگاری نشم ره. یه چیزی تو مایه دو دور به راست، نیم دور به چپ، شاید هم برعکس، بعد امتحان کنی. یعنی چی که امتحان کنم؟ خب هر چی یادم بیام میگن، بالاخره کیش درسته دیگه. وقت میبره. واسه همین مجبور شدم قلفتو بیارمشون که سر فرصت درشو باید کنم. غلط میکنه وانشه. ایوان همینجا نظم میکنن، سند دستم رسید، 10 تا جایزه بی کرای مفتکی ببرم. تخصصی نظم میکنه آقا داوود. حالا سند چی هست؟ دارم ندارم، میخوام روش شکایت کنم. نه شهامتشو نداره. دیدیش؟ داره واسه خودش چیز می‌نویسه. خود حرف دلش همه بشنوه. این کارو نیست. از کجا فهمیدین؟ معلومه که تجربهشو داری آقا داوود. 10 دفعه مگه علاکیه؟ فقط 2 مرتبهشو میخواستم از همین طبقه خودم بندازم پایین. چی شد که ننداختین؟ وصیتش. وقتی از بالا پایین نگاه کردم سفازم پرید، جد آبادم من دلو چشام. خب آقا داوود شما که اینقدر با مرامی، چطور راضی میشه یه جوون از بین بره؟ هنوز وقت هستا، بیا برو نجاتش بده. آقا مسئول شما یه چیزی بگو. آخه خواهرم هم شما به خودتون نگاه نکنین که با هم دیگه خوشخوشانی. امثال من اون پسر ترمز بریدیم، بذار راحت بشه بنده خدا. ما خوشخوشانی نیستین؟ ما داشتیم میرفتیم محضر. ایوان نگفتم بابا شما تو نخ عروسی مروسی رو بزن بکوبید، اما اون بدبخت تو آرزوش هم مونده. شما من یکیتون جا بزنه شاکی میشین دیگه، نمیشین؟ ای خدا یه لادمه چونه میکنی از او بالا تلپی میندازی پایین، خواهر کسی یه مدلی پن میشه بزنی قسمت دیگه. ای بنده خودم زده به سیم آخر، به خودتون نگاه نکنی نمو جون، زندگی که برسه به ته خط باید بزنی به سیم آخر. با قول غلام قاد مرگ یه بار، شیون هرچی دلت بخواد. Thank you.
بمیرم الهی، خسته شدی. بپا آقا منصور، زن با همین عشق باشه که مردو میکشه. حواسم هست داود خان. آره قربونت، تا دیر نشده گربه رو. چشم، حتما. چه به موقع گفتی. آقا داود شما زن داری؟ اگه نداشتم اینجا چیکار میکردم؟ معلومه خیلی دوستش داری. عروسی تو نیشالله امشو شوشه لیپک لیلی لونه خرجوشم که جور شو سمه من یکی حلاله حلاله امشو شوشه لیپک لیلی لونه امشو شوشه لیپک لیلی لونه منصور چیه؟ نمیبخشمت، به خدا نمیبخشمت. چرا؟ اگه اون پسر حامد ما بود همینطور سهلنگار بودی؟ میگی چی کار کنم؟ آقا داوود، اول باید بری ساختمون روبرو اون بچه رو نجات بدی. اگه این کار رو نکنی از پول و مدارک خبری نیست. هایده داری شهر بپا میکنی هم. من اون هست داخل چه خبره؟ میخواستی ثابت کنی منصور پشت هیچ در بسته‌ای نمیمونه، کردی. میخواستی بگی خونسردی یعنی عقل و شعور، گفتی. میخواستی باور کنم ما دوتا دیگه عوض بشد نیستیم، باور کردم. حالا که داری از شر این هایده تکراری با خواسته های غیر منطقی خلاص میشی، برای یک بارم که جده تو زندگیت اون کاری رو بکن که برخلاف میلته که دوستش نداری، فقط به خاطر اینکه یک نفر دیگه مایله، دوست داره، یک نفری که خیلی با تو فرق داره. همین. عروس خانم داری گیر میدی ها. آقا منصور چی کاره ای؟ به جهنم. همه پول مال خودت. جواب غلامو خودت بده. فقط اون سند از راه در رد کن، من گورم گم کنم. چند دقیقه دیگه فوتبال تموم میشه، نگهبان میاد در براتون باز میکنه. بر دین میشه ها. غلام بیاد بالا کار هر سمون تمومه ها. گوش کن داوود، میخوام گربه رو دم هجله بکشم. ایوه شنیدی که خانمم چی گفت؟ اونی که اونجاست پسرمه، تو هم یا رفیقمی یا دشمنمی، حد وسط نداره. نمیدونم بچه داری یا نداری، ولی یه رو بیشتر نمونده. این فوتبالی که من دیدم رو وقت اضافهش هم نمیتونی حساب بکنی. اگه بجنبی هم به مدارکت میرسی، همون پسر نجات پیدا میکنه. چی میگی؟ خیلی خوب، اینجا خلاص میشم میرم به پلیس زنگ میزنم بره سراغش. نه تا موقع دیگه خیلی دیره. سر رفتم میرم سر وقتش خوبه؟ تو باشی اعتماد میکنی؟ خوش بی شانس. خیلی خوب، بگو طبقه چندمون پسرت؟ کجا؟ و اینجا چی کار میکنی؟ تو قرار بود تو ماشین منتظر باشی که؟ ببر فکه تو، گاف صندوق چی شد؟ جرایش مفصله، تو ماشین منتظر باش اومدم. ببینم، طرف این کاره است؟ نه بابا، بشم میرفتم مزر اختان گیر کردن تو آسانسور. اوپنه شما کردی یا نه؟ آره راوند. فکر میکنم این همونیه که داوود دنبالش میگشت. 30% سهام این قرارداد مشروط به مناقصه فرانیا اینها به مبلغ اوف.
وای. اومد پایین. این رو بالا تو رو خدا. چیکار کنه؟ آفرین آقا داوود، رسید. داوود میخواد برگرده؟ یعنی رازیش کرده؟ پسره نمیذاره بره. اینه چه دست بیا؟ بیا بیا منصور بیا دعواشون شد. پسره قاطی کرده. چه مرگشون اینا؟ چی کار دارن میکنن اینا؟ آقا داوود این چرا بوده لبه پنجره؟ براش کلاس خودکشی بودش. بدبخت داوود تو معامله با مام ضرر کرد. دیوانه هستین؟ ما رو ببین کیو فرستادی اونو نجات بده. آی عروس نومد شما این؟ این کیه؟ ببخشید جناب علی. یالا به جام هرچی ریختی بیرون بساب. یالا اینا رو میخواد. ما با داوود معامله کردیم. داوود غلط کرد با تو. مؤدب باش آقا. ادب یادم هم میدی؟ جون بچه کار دارم. بهش بده بره اینا رو. بهش بده بره پولانی میخواد. پس شریک چی میشه؟ شریک کدومه؟ اونم به شریکش لایی زد. پس تو هم کارشناس فوتبالی؟ کجاشو دیدی؟ کارت قرمز منصور. نه ترس، دستش به جای بند نیست. کار به پنالتی کشید کافی دارم. پا بازی حسفیه. آره اما رفیقت رفته فرپلی اوناش. داوود کجا؟ اونه همون اون بر خیابون روی لبه پنجره از آپارتمان روبروی. میبینیش؟ چه غلطی میکنه؟ رفته اون بابا رو از خودکشی منصرف کنه. تا وقتی برگرده از پولمون خبری نیست. ما با هم معامله کردیم. گور پدر معامله. پولا رو رد کن بیاد. خب اگه میتونی بیا تو برشون دار. رسول این خوزشت میتونی داره بکنه. آی قاطی پاتی پاتو بذاری تو رنزشو میچرخونم. تو اونجا چه غلطی میکنی؟ اینجا همین رو به رو بادا اخه نترس. اگه عروس دوماده حرف گوش کنی باشن طوریشون نمیشه. آقا داوود این هفتیر داره میخواد همه پولا رو برداره ببره. برو به همون امداد نجاتت برس خفت. آها آه به خوشکی شانس. چه مرگ شد برقم رم برق استراری هست.
جای زنگ زدن پاشو بیا اینجا. چی؟ ببین راست میگه؟ ببین پلیس اومده؟ ده پاشو ببین اون پایین پلیسه. برو راست میگه قات، ساختمون محاصره است. حقس، کی پلیس خبر کرده؟ شاید اونجا کسی صدای تیر شنیده. این جوان موتو داره بلاخره. چه خبره؟ رفت. داوودم رفت. بیا از اینجا بریم بیرون دیگه. جرمتو سنگین میکنی قات. آخرین باری که دارم بهت میگم اگه خاطرشو میخوای از همین الان پولا رو رد کنی بیاد. من فکر نمیکنم بیش از دوتا گلده برات مونده باشه، درست میگم؟ خفه جفتشم حرام شما دوتا میکنم. خب حالا با این دوتا گلده میخوای ماها رو بکشی از دست پلیس در بری؟ خفه هیچ که هم نداری میکنم دستور بده، فهمیدی؟ هیچ که بدش کن منصور، بذار با همون دوتا گلوله که داره ما رو بکشه اما رنگ پولارم به خواب ببینه. یه موی گندیده اون رفیقه به کل عمر تو میارزه، تو که از سوس کم کمتری. میخوای زنده ببینه که چه غلطی بکنی، مثل انگل وول بخوری اون پایین زورت به هر کی رسید نیشاتو فرو کنی. مرتی که قل چماغه بیشور دیوونه قطی پتی. حیف زن جگرداری واسه میشد ولی حیف. خیلی خوب تو بردی. شانس آوردیم، خوبه رویه سرتقت عوض نشده. همینطور خونسردی گند تو جریان اون بلیتا چی بود؟ بلیتا؟
مال من حامد بود، میخواستم ببرمش مسافرت، یه هوایی عوض کنه.